عقرب زلف کجت با قمر قرینه، تا قمر در عقرب کار ما چنینه. فردا آخرین مهلت ثبت نام برای نمایندگی در شورای شهر کرج است. پس چرا ما در مقابل مسئولیت اجتماعی خودمون سکوت کردیم؟ این لولا خانومی که الان داری باش حرف میزنی دیگه اون لولا خانوم دیروز نیست. برشی نیست؟ ایشون کاندید نمایندگی شورای شهر نیو کرج شده. یه فرم ثبت نام می‌خواستم. این مدارکم و فرم تقاضانامه. آقایون هم مطابق قانون میتونن کاندیدا بشن. اشرف میکنه به مناسبت کاندیدا شدنم امشب یه مهمونی خیلی بزرگ داریم. شما برین، من کار دارم، دیرتر میام. این فرم ثبت نامه. کم تستوسترون سولوچو. ما امروز اینجا جمع شدیم تا کاندیدا شدن شاه بانوی نیوکرج، بانو لونا رو در انتخابات شورای شهر نیوکرج جشن بگیریم. خبری که امینک به دست من رسید، الان به من گفتن که صلاحیت من برای شرکت در انتخابات تایید شد. لونا جان منم طرفدار کار کردن مردا هستن و ازشون حمایت میکنم. پس به افتخار بانوی اول این شهر، بانو لونا. چند تا مصاحبه دارم امروز، گفتم در برخورد اول اثرگذار باشم. فقط یه سوال، تو کم و کسری چیزی داشتی که میخوای کار کنی؟ من فقط میخواستم تمام قد دستم توی جیب خودم باشه دیگه. خب آخه از اول قرارمون که تو گاندی رو بزرگ کنی. چون گاندی، این گلدون تو دستت اذیت نیستی؟ نه دیشب فقط میخواستم بذارم زیر سرم، یکم اذیت میکنم دیشب. یعنی یه دفعه دیگه پا تو این کافه بذاری شتکی. تست تست آیلو. بیرون. اگه شارژ داشت نصفش کرده بودم از بسایی. چی شده لوک؟ چی کار کرده بود پدر مرده؟ واسه من با المنت قلیون سیگار الکترونیک روشن میکنی. نه بابا. شرف. میدونی اینجا معنیش این چی؟ یعنی چی؟ یعنی ساب کافه. نه بابا، این که هیچ جوری رو تو منطبق نمیشه. اصلا فکر کن اونم من. ای بابا. خب این برا نواده من کاندید نمایندگی شورای شهر نیوکرج شده، دنبال یه نفر میگردم آمار رقباشو بگیره.
ازشون آتو در بیاره، واسه شون شایعه درست کنه و از این جور کارا. از من میخوای کمک کنم انتخابات کثیف برگزار بشه؟ کثیف که نه، کم ریکس بی درد سر. از من میخوای کمک کنم انتخابات کثیف برگزار بشه؟ بله، البته هر چقدرم پولش باشه پرداخت میکنم. آهان، از من میخوای کمک کنم انتخابات کثیف برگزار شه؟ خب از اول بگویید. آدماشو داری؟ آدماش خیلی سخت پیدا میشن. چقدر وقت داری؟ هیچی. چرا آدم سخت پیدا شده؟ بساط دوتا چیز خودش جور میشه، یکی ازدواج، یکی بد اخلاقی انتخاباتی. اینا خیلی زمختن. مطمئن این کارا؟ اتفاقا اینا ته عمو مردک بازی کهکشانن. توی سوژه غیبت بنداز وسط ببین چه واویلایی میکنه. بیا این لیست رقباست، بهشون نشون بده ببین چی میگه. نه بفرما. دومی رو شناخت، میگه طرف دامادش از اون خلافکاراست، از اورانوس جنس وارد میکنه، با دخترم سر بچه اختلاف داره، خودش هم سه بار بدنشو عوض کرده. الان همه اینا که گفتی تو یه بود؟ نه، این که اولش بود. آخرین نفری که بدنشو باش عوض کرده در جا مرده، عکس شوهرش هم تتو کرده بوده رو بدنش. طرف که خیانت کرده پاکش کرده، داده عکس یک بزمیت زدن به جاش. دیگه حالا بقیهشو نمیگم سرتو درد نیارم، ولی این دیگه نمونه کارمون. خب ببینم تو زمینه ستاد انتخاباتی و تبلیغات و اسپانسر و این چیزا هم اگه کمک بخوام میتونی بهم کمک کنی؟ هی منو تو معذوریت اخلاقی قرار بده. بس حله. خب نونا جان، شعار انتخاباتی چی بود؟ انتخاب درست، مسیر درست، آینده ای بهتر. شعار بازنده ای؟ چرا؟ با توجه به اینکه یکی از انتخابای زندگیت اسی بوده، این شعار به راحتی زیر سوال میره. خب آقا جون، حتما لازمه که وجود اسی مطرح بشه. نمیشه تکذیبش کنیم؟ این بدتره دیگه. اگه این موقع وجودش لو بره، بعد میگن داشتی روی این اشتباه احمقانه سرپوش میذاشتی. ببخشید آقا جون و لونا جان، اگه نمیدونید بدونید، من الان اینجا بین شما و دارم اینا رو میشم و داره کم کم به من توهین میشه. خب اگه اینقدر خجالت زدتون میکنم، بگید من برم گورمو گم کنم یه جایی. جای مد نظرت هست؟ حالا واقعا الان یه سوال بعد از من بپرسین؟ یعنی یه ذره مقاومت هم نمیخوام بکنی شما؟ چرا خودتو لوس میکنی اسی؟ نمایندگی شغل خانوادگیه. از فردایی که لونا نماینده این شهر بشه، تو شوهر یه نماینده ای. اون گاندی همیشه بانوزاده، با نون میفته تو عسل. نه 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 نه، اصلا نمیخوام گاندی وارد این بازی بشه. نه برات، نه برات. ببینی اشتباه نکنین، بزن اینجوری مطرحش کنم. اگه شما بخواید گاندی رو توی یه کلمه واسه من توصیف کنید چی میگین؟ ابله. تموم شد. اگه بخواید آینده این بچه رو توی یه کلمه واسه من توضیح بدین چی میگین؟ تباه. بفرمایید. پس این بچه باید از این فرصت استفاده کنه. باید از ارتباطات و امکانات تو استفاده کنه تا بتونه خودشو بکشه بالا. آری برانت. حالا باشه، من میگم سیانمایی نکنیم. من مطمئنم اگه به گاندی فرصت بدیم، بدون رانت هم پیشرفت میکنه. تو واقعا اینطوری فکر میکنی؟ خب حالا درسته دیروز دستش توی گلدون گیر کرده بود، ولی من تو مقاله خوندم که این نشونه کمهوشی نیست. مقاله خوندی؟ بالاخره این بچه یه روزی میاد که مقوله هوش رو میفهمه. آقا جون تو واقعا فکر می‌کنی میفهمه؟ بله، اصلا دیروز تا الان پیداش نیست تو اتاقش. کجاست؟ داره شاید به همین مقوله فکر می‌کنه. صداش کن. گاندی بابا. گاندی ماما. دردانه بابا. دردانه مامان. گاندی چقدر خوب شد صدام کردین و دیگه یواش یواش این تو داشت و سلام سهر میکنم. میشه به ما توضیح بدی ما هم در جریان قرار بگیریم چی شده؟ من که جایی رو نمیبینم که. شما اگه میشه توضیح بدین که من ببینم چی شده در جریان قرار بگیرم. علاوه بر این که یه گلدون تو دستته، یه گلدون رو سرته. جا گلدونیه ماما. اینو نه، اینو میدونی چی شد؟ سعی کردم که اینو از تو دستم در بیارم. خب بعد یهو پیش گوشتیه افتاد تو این یکی گلدونه. بعد دیگه ریسک نکردم این دستمو بکنم. دیگه خوشبختانه میبینین که این دستم هم الان آزاده. الان پیش گوشتی هم اونجاست بابا. بله بله، خیالتون راحت، حواسم هست. الان مشکلی نداری؟ راحتی؟ نه. پیش گوشتی هم توئه؟ فقط یه ذره اینجا گرمه دیگه. آها. خب من میرم یه دوش میگیرم یه ذره خنک شم. خیلی خوبیه.
کمک نمیخوای؟ چیه؟ میگم کمک نمیخوای؟ آقا جون نابو من 40 سال خودم تنهایی دوش میگیرم. اوبری راست کدومه؟ راست اونی که گلدون دستته. اون گلدونه بگی برو. برو. نه برو چپ. برو چپ. برو چپ. برو برو برو. بیا راست. برو بالا پلاس. برو. برو برو دوش بگیر. 3-400 دوش بگیر. مقاله خوندی ها؟ ما قطعاً برانت احتیاج داریم. اصلا برانت بقیه اعضام احتیاج داریم. نه خیلی. ما باید خیلی بیشتر تلاش کنم. اصلا اومده نیستم. اصلا. متاسفانه ابله واژه حقیری در برابر این بچه. خیلی حقیر. خیلی. آقا جون میدونم که خیلی وقت منتظر یه فرصتین که بتونین محبتهای منو جبران کنین. من آمادم جبران کنید. شوخیش هم حتی زشته. بنال ببینم چی میخوای؟ برو خدا با لولا زمت کنید. من برم سرگاه. من دوست دارم برم سرگاه. آقا جو من توی خونه پوسیدم. خیلی خوبا. من توی خونه دارم کنم آمیشم. خودتو جمع کن. خجالت بکش. اگه میخوای بفرستم سرگاه تمومش کن. اگه میخوای یه کاری واسط بکنم اول تو باید تو ستاد انتخاباتی به من کمک کنی. منم قول میدم لولا رو بپزمش. نه 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 این کارو نکن. نپزین لولا رو. نه با فقط باش صحبت کن. یه اصطلاحه. تو چی کار داری؟ اگه میخوای کمکت کنم همین الان بلند میشی میری ستاد انتخاباتی، برمیگردی میگی معاونت کل تبلیغات میدانی که دنبالش میگشتین منم. معاونت کل تبلیغات میدانی منم. باریکلا. اسمش که با کلاس. شما فکر میکنین در حد شأن تحصیلات و کاملا در شأن خودته. واقعا؟ بله. اگه نمیخوای بلونا صحبت کنم بدی سر کار. پس برو کارو بگی دستت دیگه. برو. معاونت کل تبلیغات میدانی. بشه تابید. به سوی بهترین انتخاب. بگیر آقا. لولا بانو بهترین انتخاب شما. رسی بده ترقات رای بدین بفرمایید رای بدین. ممنونم. انگار رئیس کل تبلیغات میدونی از مادر زایده شدی. باری کلا پسر. آقا چی داری میگی؟ من نه تنها احساس بکنم که شأن تحصیلات و دیسیپلینم رفته زیر سوال، بلکه وقار و شخصیت منم رفته زیر سوال. بابا تو از اون وایسا، تو از اون تو داری نگاه میکنی اینجوری به نظر میاد. من از بیرون که دارم نگاه میکنم خیلی هم عالی هستی. واقعا؟ واقعا. ببخشید آقا جو. من و شما میدونیم من مدیر کل تبلیغات میدانی این انتخاباتم. مردم که نمیدونن که. از صبح شما نمیدونید چقدر شوخی های دستی و کلاهی با من صورت گرفته. مردم چه مهمن؟ مردم اگه میدونن تبلیغات چیه؟ مگه تو نمیخوای کار بگیری؟ مگه تو نمیخوای کار کنی؟ مهم لوناست. تو داری واسه لونا این کارو میکنی. میدونی چقدر خوشش میاد؟ آفرین. بیا الان خوش اومد. لونا. آقا جون. آقا جون هر چه پارک میکنی این پلیس ایستادن. آقا جون این چیز مسخره چیه جلوی ستاد تبلیغات من؟ این چیز مسخره اسیه. اسی. این چه لباس مسخره یه پوشیدی؟ فکر میکنی آبروی من میره؟ بانو مثل اینکه شما نمیدونین. شاید دور از ذهنتون باشه. ولی این لباس رسمی معاونت کل تبلیغات میدانی انتخابات شورای شهره. راست میگه؟ بله. تو تبلیغات فقط مهم دیده شدنه، حالا به هر قیمتی. بله. میدونی الان اسی از سبتالا چقدر دیده شده؟ مردم کلی باش ارتباط برقرار کردن، حتی به گفته خودش باش شوخی دستی را انداختن. خیلی با من شوخی دستی کرده. اگه این دیده شدن نیست پس چیه؟ حتی من یه لحظه اومدم برگردم ستاد انتخاباتی نگاه کنم، احساس کردم من صندوق پستم یه چند تا نامم به من انداخت. به به ایول چقدر جلو افتادیم تو تبلیغات. حالا بریم ستاد انتخاباتی تو بهت نشون بدم. خیلی هیجان دارم. ببین چند بخشش دارم میکنم. یه بخششو یه اتاق میخوام بکنم تولید محتوا، یه بخششو بکنم اتاق فکر، یه بخششو بکنم واسه سخنرانیات، یه بخششم هنوز فکری واسهش نکردم. حالا ببینم بعدا چیکار میکنم. کلی برنامه داریم. بریم نشونت بدم. کلی کار داریم.
اصلا اونجا کلا مگه چقدر این همه اتاق میخوای بزنی؟ فعالیت اصلا ابنازه اسمت نیستا، این موقعیت از دست میدی یا؟ ببین کی دارم بهت میگم، یکی دیگه میاد جا تو میگیره، سریع به کارت برس. بجوم اسی خودو ببینم پسر. توجیه هم برای چه کاری اینجا آمدن؟ چرا ستاد انتخاباتی من شدیه خسپارتیه؟ مگه شما خسپارتی دارین؟ بله، مهمونهایی که توی قمر نیو خزینه برگزار میشه معروفه. چه جالب، سخت نگه لونا جون، همه در حین انجام وظیفه‌شون هستن، دارن کارشون انجام میدن. ببین اون ستایی که الان جلوداری دارن میکنن، دارن میرقصن، اونا بچه های اتاق فکرن، اونایی که دارن سیاهشون میلرزونن، شونه بندری دارن میرن، اونا بچه های تولید محتوا هستن. اونایی هم که میوه دایری دارن میکنن، اون فرفری ها سبزا با اون بغلیشون بچه های تحقیق و پژوهش هستن. به به ماشاءالله چه پژوهشی هم دارن میکنن. آری کلا، ولی خیلی فکر و پژوهش تو حرکاتشون دیده نمیشه. لونا جان من یه خود نشاطم تاشکیه کار کردیم که روحیه بچه ها بره بالا، اینجوری هر کسی هم وارد ستاد تو بشه رأی نداده بیرون نمیره. منم که میبینی این عقاب بالا سرشونم. بفرمایید. من نیو فاطما گلم و دوستم سمر، ما اومدیم واسه بررسی کاندیدای مورد نظر. خیلی خیلی خوش اومدین. منم ناصر هستم، کارشناس امور انتخاباتی و جد کاندیدای مورد نظر. فقط قبل از اینکه بهشون رأی بدیم میتونیم بیشتر باهاشون آشنا بشیم؟ بابا رأی کی داده کی گرفته؟ لونا نواده منه، شما باید با من آشنا بشین. یه ضرب المثل قدیمی و زمینی هستش که میگه جد رو ببین نواده رو بگیر. برنامه هاشون چی هست؟ خب من حدود هفته برنامه که خوراک خود منه، اصلا به من میگن ناصر برنامه کن. اتفاقا آخر همین هفته با بچه ها داریم برنامه میکنیم بریم نیمه تاریک ماه. خوشحال میشم تشریف بیارین. این شماره مستقیم منه. بله، هر انتقاد یا پیشنهادی که داشتین شخصا با خود من در میون بذارید. هر ساعت شبانه روزم بود هیچ اشکالی نداره. بفرمایید خودتون فضیلت کنید. نیمه تاریک ماه میبینمتون. بنده مدیر کل تبلیغات میدانی انتخابات شورای شهر هستم. بله، باشون هم کار داشتین زنگ بزنید مرغداری بگیم بهش بحث کنه. آقا جون شما چقدر انتقاد پذیرین، واقعا ستودنی این رفتارتون. من یه انتقاد داشتم مثلا. من صندوق انتقادات پیشنهاداتم. اسی چرا خورس بی محل شدی؟ ارزن کم شده؟ برو بچسب به کارت دیگه برادر، برو. نه من اومدم بپرسم ببینم شما با لونا صحبت کردی راجع به کار کردن من؟ نه. چقدر تو وقت نشناسیه، چقدر تو بی ملاحظه ای. نمیبینی من شونه هم زیر فشار استرس داره خورد میشه؟ آقا بار کنید دیگه وسط دیگه. آقا همه دسته بالا. ببرد از چی میگفتم؟ داشتین از فشار کشندهی که روشونهاتون هست حرف بزنید. آفرین، الان برو سر پستت، دیگه هم تو بهت نگفتم در مورد یه قضیه حرف بزن. برو بلرز، بلرز رو برو، دکترم ببر وسط بلرزونه. برو بلرز. پر کنی، شروعش کنی نما، میخوام رای نخونم و رای. آقا جون کاش که قرار ملاقات تو همون ستاد میذاشتیم. نه لونا جان عزیزم، اتفاقا برای عزیزانی که میخوان به صورت خودجوش از کاندیدای مورد نظرشون حمایت مالی بکنن اینجا جای بهتریه. بس میگی؟ بله. خب. اجازه بده جانب توریست بفهم. آن توریست؟ ایشون هم از حامیان مالی خودجوش شما هستن. آقای توریست بفهم خشم این خدمت شما. از زیر میز، از زیر این حواله خرید یه سفینه صفره.
خواستم پیشا پیش کادوی نمایندگی تون داده باشم. دستون درد نکنه. در ازای چی؟ ای بابا شما مریخیا چرا اینجوری هستین؟ لونا جان چرا همه چی رو مالی و کاسبیش میکنین؟ پر انسانیت کجا رفته؟ ایشون میخوان از کاندیداشون حمایت کنن. چرا بهشون انگ میزنی؟ هیچ چشناشتی هم ندارن. هیچ برم نمیشه. من داشتن طرفدارای مثل شما افتخار میکنم. آفرین آفرین. حالا که داری افتخار میکنی به صورت خودجوش یه کار کوچیک بسش بکن. حتما حتما. بگو اون کار کوچیک تو بده. اون نقشه رو بده بیا. چیزی یه کار کوچیک. اینا تو زمین مثل نقل و نباد انجام میشه. نگاه کن لونا جان. خیلی ساده است. این کمربندی جدید نیوکرج به بارسومه، خط صافه. خب ایشون میخوان یه قوس کوچولو شما اینجا ایجاد کنی. خب چه کار احمقانه، یکی میاد خط صافو ول کنه یه قوس کوچولو بده؟ اصلا اینجا کجا هست؟ اینجا باشگاه بدنسازی و تندرستی توریسته. تشریف بیارید، یه اشتراک یه ساله VIP در خدمتتون. شما دارین به من رشوه میدید که خط صافو توش منحنی بزنم؟ مگر از جنازه مرده بشید؟ اینا مرده بشید. بفرمایید آقای توریست، متاسفانه قبول نکردن. بفرمایید تشریف دارید. پس تکلیف پولی که گرفتی این جلسه رو تشکیل بدی چی میشه؟ اون که ورودی بود پس هم داده نمیشه. بفرمایید. من با شما کار دارم، ردیفش میکنم. مگه اینجا باغ وحش ورودی گرفتید؟ من خودم ورودی شما رو پس میدم. بفرمایید. بفرمایید. نفر بعدی. اجازه بدید. از دوستانی که به خاطر من و توانایی های من اینجا هستن خواهش میکنم تشریف داشته باشن. البته بدون این که چشم داشتی داشته باشین. جا داره از بقیه دوستانی که به خاطر من و توانایی های من اینجا هستن ما ورودی همونو میخواییم. از شما هم ورودی گرفتن؟ بله. آره آقا چون؟ آره لونا زیادم هستم. ورودی شما رو هم پس میدم. تامبوره دیگه. لونا این مشتری دائمی اینجاست، اومده آدامس دارچینی سفارش شده، چی کارش داری؟ و تو چرا داری با طرفدارات این کارو میکنی؟ لونا داری چی کار میکنی؟ خوجون مگه شما نمیدونید که رشوه دادن جرمه؟ چرا میخواهید من مرتکب جرم بشم؟ کیه تو خواستش که رشوه بگیری؟ من خودم مخالف 100% رشوهم. این زیرمیزیه. اون دیگه چیه؟ بابا نسبت رشوه با زیرمیزی عین چاخان و دروغه. زیرمیزی نیت خیر پشتشه، تو داری کار مردم رو را میندازی، خیلی فرق میکنه. آه یعنی جرم نیست اگه لونره؟ نه ما هم که دیدی خانوادتن آدم های لونروی هستی. حله؟ حله. بزرگتر میگفتی آه توری آه توری. نگاه استیل گنگ، نگاه حقارت مرد. تو چرا میذاری اینا ازت استفاده ابزاری کنن؟ و چه میدونستم آقا جون بهم قول داد اگه کمکش کنم تو انتخابات لونا با لونا صحبت کنه من بتونم برم سر کار، ولی بعید میدونم این کارو برام بکنه. وای وقتی میبینم با یه مردی مثل تو داره اینجوری رفتار میشه دریای خشم میشم. دلم میخواد بلند شم برم در خونتون رو بزنم بگم خیلی بدی. اوه تو هم اعصابت خرد میشه، خونجلو چشاتو میگیره، اصلا نمیتونی هیچ کاری بکنی. بابا یه وقتی بچه یه چیزی تو راه رو این صحنه خشن رو میبینه خب؟ ببخشید. وقتی خشکی میشم تستسترونم خیز بر میداره سمت نرمال شدن. آخه جنگی بیرم، تو کی بودی؟ نکن این کارو با ما. وقتی این حمایت رو از شما میبینم تمام موهای تنم از سیخ میشه. آخ نگاه کن. کو به زودی سیخ میشه به تو قلمه. این بالاخره سیخ میشه. ببین رفیق منم همیشه کنارتم. ببین
شهر رو به خاطرت به هم میریزم. دستو بده، دستو بده. همیشه ما کنارت هستیم. هستیم. من هیچ وقت یادم نمیره از کجا شروع کردم. من قلبم کنار شما میتپه. پیش شما مریخ وندای معمولی. بی ادب شدی تو. الان دیگه تو رفتی اسمتو اونجا نوشتی، ما شدیم مریخ وند معمولی. بچه غریبه که بینمون نیست. دو تا خانه‌دار طبقه متوسطی، نه سمتی داری نه پست، هیچی نیستین. باز خدا رو شکر من خودمو کشیدم بالا. آش حالا بزن انتخابات شروع شه، انتخاب بشی بعد اینجوری حرف بزن. فعلا که تو نظرسنجی اولیه شما درصد انتخابت 0% شده، یعنی اون یه دونه رأی که به خودش میتونسته بده اونم حساب نکرد. ولی اگه انتخاب بشم ببین چی کار بکنم برای جمعیت مردا. جفتتون میبرم سر کار. تو چرا نمیای سمت ستاد من؟ تو بیا من بکنم به دست راست خدا. چه تو امروز تو؟ بابا قول دست راست تو به من دادین چپ باشه. دست چپ تو باشه. چپ باشه. من تو عمرم چپ نبودم. چپ من راست. یا دست راست یا هیچی. من راستم تو چپی. میخوام به تو چه ربطی داره؟ دست راست این با سر دست راست من دعوا شد. دست راستم بلنده به همه میرسه، تو که دست با آرنج مال تو از آرنج تو ترقوه مال تو ترقوه من. بابا ترقوه است دیگه، ترقوه رو نمیتونی بگی مال خودش رو دوستش بگی. من از اطمینانی که بهم کردی واقعا ممنونم. ترقوه چیز مهمیه، ولی من مطمئنم آقا جون منو ترقوه خودش هم حساب نمیکنه. با این حال من از همکاری با شما معذورم. ببین چرا معذورم؟ ببین از این آقماجونه کاری برای تو در نمیاد. نمیدونم، من به هر حال قول دادم نمیخوام بهونه دستشون بدم. اهمیتی نداره، دستاتونو بدین ما. اتحاد کنیم. اتحاد، اتحاد. به امید روزی که هیچ مردی در کهکشان برای انجام دادن کارهاش نیاز به اجازه بانوان نداشته باشه. نداشته باشه. این چیه؟ ای وای لونا سخنرانی داره تو ستاد. بیا اینجا ببین، اگه سخنرانیه الان وقت حرف زدن ها، چیزی میخوای الان تو سخنرانی باید وسط سخنرانی. وسط سخنرانی بابا شکوفا میشه همه چی، اقتصاد میتره که شغل ایجاد میشه، همه خوشبخت میشه، یه کار نمیتونه به تو بده. آفرین. سخنرانی این وسط چی بود؟ من اصلا آمادگیشو ندارم. لولا جان ما مادرزاد اکبریا سخنران به دنیا اومدیم. برو بالا چند تا وعده بده بیا پایین دیگه. یه چی مثلا بگم؟ بابا چاخان یادته؟ همون چاخانا موقع انتخابات میشه وعده. برو بگو مدرسه میسازم، بگو پارک میسازم، بگو جاده میسازم. تو اگه نتونم بسازم چی؟ پس برای چی بهش میگن وعده؟ همینه اصلا، ساختارش همینه. برو بالا، خود میکروفون به کمک میکنه. برو. میکروفون چجوری کمک میکنه آقا جان؟ حالا میبینی، برو میکروفون رو این معجزه میکنه. من طی دو سال آینده شهرک نیو کرج رو تبدیل به یکی از بزرگترین کلان شهرهای مریخ می کنم. ما با عنوان ساکنین پایتخت، اینجا که پایتخت نیست، دو سال به من وقت بدید پایتختم میشه. نکشی خواهید تو بچه پایتختی. تبدیل شدن به بزرگترین قطب گردشگری کهکشان راه شیری، تبدیل شدن به بزرگترین کوریدور غرب به شرق، تبدیل شدن به بزرگترین مرکز تجارتی دریایی این منطقه از برنامه‌های آینده منه. مریخ که دریا نداره. دو سال به من وقت بدید دریا هم میبینید. بانو، دوستان این پرسش رو دارن که شما قولهایی که در مورد حقوق مردان داده بودین چی شد؟ دوستان غلط میکنن. من جزو طرفدارهای پر و پا قرص حقوق آقایون هستم و آقایون باید دوشا دوش بانوان برن سر کار. بانو میتونم بپرسم چرا شوهر خود شما خونه داره؟ نه نمیتونی بپرسی. نخندی.
برای اینکه خانه‌داری انتخاب خود همسر من بوده خودش و من به همسرم احترام میگذارم. افتخار لورا. ممنون از حمایتتون. حالا که شما به من احترام میذارین، منم از علاقه شما به کار کردن مردها در بیرون از خونه بهش احترام میذارم و فردا میرم سر کار. خیلی عالیه، ولی کار که نریخته. بعد از انتخابات با هم دیگه میریم دنبال کار. نه بس کافیه. اتفاق کار ریخته، زیادم ریخته. من در راه داشتم میمادم، تماس گرفتم با دکتر چونبه عزیز و قرار شده از فردا بیام به عنوان منشی دکتر چونبه سر کار. نمیدونستم سر کار رفتن همسر مرحوم من اینقدر شما رو خوشحال میکنه. کافیه، من که هنوز زنده‌ام. خواهیم دید. لباسات بفرمایید. میگم این آقا جون سیستم نوشیدنیه 67 رو به هم ریخته، فقط دمنوشه مرزنجوش و بو مادران و رازیانه درست میکنه. من عاشق بوی مادر این مرزنجوشم. عالیه به نظرم، مخصوصا با دستای پرمهر شما بانو. میگم چه خوبه کاندی آقا جون نیستن، دارم برای این دو نفره همون تنگ شده بود. آخ گفتی بانو، خونه یه موزیک رومانتیک بذار. اه واقعا؟ آره. این چیه؟ آقا ناصر وقتی رومانتیک میشن اینو گوش میکنن. اه خب میخوای نور رو رومانتیک کن. آره. ای بابا، خب ولش کن، بس نمیخواد کاری بکنی، برگرد به حالت قبل از آقا جون اگه ممکنه. میگم اسی جان، امروز خیلی بهت افتخار کردم. خواهش میکنم. خواهش. اونجا که من عصبانی بودم تو همچین خونسرد و ملایم وایساده بودی، یه شوخی هم کردی که میخوای بری سر کار، خیلی بهت افتخار کردم. بله من همیشه آدم خونسرد و ملایمی هستم، ولی در مورد کار کردن اصلا شوخی نکردم، خیلی جدی و راسخ. دست بردار، تو واقعا میخوای بری مطب دکتر کار کنی؟ با این همه سواد و معلومات، با این همه شعور و وقار. خواهش بکن. فکر آبروی من نمی‌کنی؟ اتفاق همش به فکر آبروی شما. به خاطر همین این رو من اصلا قله نمیدونم. این شروعی برای یک حادثه است، شروعی برای یک طوفانه. من این تابو رو بشکنم طوفان به پا میکنم. بانو بله بله، شما اونجا از من حمایت کردید که نکنه زدین زیرش، پشیمون شدی؟ من؟ بله. معلومه که نه، اسی چرفیه میزنی؟ معلومه که نه، هرچند که تصمیمت ممکنه احمقانه و عجولانه و خاک بر سری باشه، ولی من مثل کوه پشتت وایستادم. من همین حمایت شما رو میخوام فقط. خدا شکرت. ایسی جان، اگه گفتی چی الان میچسبه؟ الان همین دمنوش بوی مادر کلی چیزایی که ریختین این تو. پاشو برو اون عطری که من دوست دارم و بزن. خب بعد چند جای خونم همچین پیس پیس کن که من گیجی بیجی بشم. خب بعد من چشامو میبندم، سعی میکنم که از روی بو تو رو پیدا کنم. خب و اگر تونستم تو رو پیدا کنم، خب تو سر کار نمیری. اگه نتونستین منو پیدا کنین چی بانو؟ خب انقدر این بازی رو ادامه میدیم تا من تو رو پیدا کنم، حتی شده از روی بوی نشت. خب نه من این بازی نمی کنم بانو. آره چون جونم در خطر میفته، اصلا این کار نمی کنم. ضمناً بیرون کار کردن اولویت اول زندگی منه بانو، بعد اینو بدونی. و اگر شما بخواین جلوی منو بگیری، من دست به افشاگری میزنم، افشاگری های بزرگ و کوچیک. اینو به همه رسانه ها میگم که شما مخالف کار کردن مردان هستید در بیرون خونه. اسی جان، من الان چنین چیزی گفتم؟ الان چنین چیزی نگفتین؟ معلومه که نه. اه مگه نشدی گفتم مثل کوه پشتت هستم. آفرین. آره یه لحظه فکر کنم همچین چیزی. الان هم میخوام برم بخوام. منم الان میرم اون عطری که دوست دارید و میزنم. چرا که نه، لااقل پاگرد بو خوب میگیره،
چون قرار شب تو پاگرد بخوابی. آخه چرا من با تو؟ بله بله کاملا متوجه شدم چی میگی. من الان دارم میبینم چهره زیبای شما رو. شما نژادتون پیشونیش بلنده کلا. شما بشین بشین آقا نوبتی چیز. نه نه با شما نیستم. میگم این نژاد ماشاءالله ماشاءالله پیشونیتون بلنده. خب شما 5 میل کم بوده بوتاکس، این 250 میل. من الان دارم میبینم دیگه تا نیم کیلو بوتاکس میبره شما. من یه آقا بشین دیگه. من اینو میگم ببین یه پک موبر برات مینویسم. بشین دیگه. نه با شما نیستم. بله شما که از مشتری خوب بنده هستید. من اینجا الان براتون یه وقت میذارم. خدمت شما. تشریف بیارید. در خدمت. خدا خدا. خب شماره 422 آقای ریش ریش. الان نوبت شماست. نه اون موقعی که میای اینجا مهم نیست. بفرمایید در خدمت. من عاشق فیصل اجرال خودمم. ولی دیدی که این خانم چقدر طلب و طلبن. گفتم فکم و یه زاویه ای بزنم. یه پک زاویه فک وردار، یه افتادگی پلک و بوتاکس. 35% هم تخفیف خورده. خودم هم از همین استفاده کردم. بزنم براتون؟ باشه همینو میخوام. بسیار این خیلی بد شد. فیستون نشال بود. تشریف داشته باشه سنتون بودم. نفر 423 آی فزرت. شما نمونه کارید خودتون؟ نه من اومدم که چش و ابرو و فک و کل صورت رو میخوام شبیه این دکترتون بکنم. شبیه این دکتر خودمون؟ بله من شاخ منطقه بودم تا سرکلش پیدا شد دیگه. با اون قد کوتاه و صورت و سخونی و اون چش و ابرو مردونه، اون لبخند ملی. اصلا دکتر چومبه مظهر زیبایی، یعنی دردسر همه ما مرد هاست، یعنی معنای زیبایی. یعنی من حاضر بودم دو تا دست نداشتم شبیه دکتر چومبه بود، ولی متاسفانه نمیشه. من حاضرم 30000 مخم سر بدم. نه بابا اومد. بفرمایید بفرمایید نوبتتون شد صداتون میکنم. به به دکتر زیبایی من، زیباترین دکتر جهان. چه خبر مون چی اوضاع چطوره؟ اوضاع عالیه. میبینید که تا آخر ماه هم همه وقتاتون پر آقای دکتر. یه نفرم زنگ زده میگه بوتاکستون ایراد داره. گفتم خودت ایراد داری و پیشونیت خانه شد. آفرین خیلی ازت راضیم. من همیشه گفتم مونچی فقط وقت نمیده. تویی که با مشتری صحبت میکنی، باشون دوست میشی، اعتمادشون رو جلب میکنی. بله بله. یه لحظه الو سلام. بله خودش اینجاست. که؟ تابلو نکنم بانو لونا. ببخشید آقای نیو مالکی. بله نمیشه آخه خیلی از کارش راضیم. خیلی خوب چرا اینقدر عصبانی میشین؟ باشه باشه چشم چشم حله. کی بود؟ بانولونا بود؟ نه آقای نیو مالکی بود. داشتم چی میگفتم؟ داشتی میگفتین از من راضی. من خیلی خوب دارم صحبت. اصلا برای چی با مشتری اینقدر ویر میزنی؟ بله اینا مشتری هن، کیس ازدواج که نیستن. میخوای باشون دوست شی؟ میخوای اعتمادشون جلب کنی؟ میخوای منو دور بزنی؟ اصلا کلات کو؟ اخراج اخراج بس نکن اخراج. زنگ میزنم به پلیس ها. آره خیلی کنترل شیفت دیلیت. شما دیگه مشتری نداری، یه دونه هم نداری. این دکتر اصلا کارش خوب نیست. یعنی جونتون رو بردن فرار کنه. هر کی عمل کرده کشته شده. بیرون. چقدر قشنگ افتادی اینجا لونا. چشات قشنگ میبینه. میگم که حالا چی کار داشتی با من وسط این انتخابات؟ من کارت نداشتم. آقا جون یه عرضی باید داشت. فقط اگه میشه کمی زودتر بگین چون من کلی کار دارم برای تبلیغات. بله شاید دیگه به زحمت هم نیفتیم. ما یه سری مدارکی ازتون داریم که شاید لازم باشه شما از انتخابات انصراف بدین. هیچ وقت یه مریخی رو تهدید نکن. من هیچ نقطه تاریکی تو زندگیم نداشتم. بفهمین کسی فقط نبینه. خیلی سریه این مدرک. ای بابا انگار که داشتم. بله به هر حال که رقابت خوبی بود لونا جان. به هر حال راه‌های زیادی هست برای خدمتگذاری به مریخ وندانه. عرصه های زیادی. تا دلت بخواد عرصه زیاده. ایشالا انتخابات بعدی. من برم دیگه. بله به سلامت لونا جان. میشه جان آقا جون شما مطمئنی؟ من بر اساس لیاقت هام دارم جلو میرم.
صد در صد لونا جان، اگه شایسته نبودی که این همه از رقابات آتو نداشتی. البته این زوجی که الان دارم میان هیچ آتویی ازشون نداری. خیلی تو دارم ارموزه، ولی بسپار به من. باشه. بعدی لونا جان. لونا نبود. چیه اون؟ چی شده؟ ما یه سری اطلاعات داریم که به نظرم بهتره که خودتون از انتخابات انصراف بدین. بالاخره لو رفت، گند پولشوی خواهر جانت در اومد. راحت شدی؟ الکی جو نده، شاید گند اختلاس مادر خودت باشه در اومده. اولا کدوم گند؟ توی زمین دیگه هر کسی یه دونه اختلاسو کرده حداقل. بعدم مادر من اگه کاری میکنه به خودش مربوطه، مثل بعضیا به بقیه صدمه نمیزن. آها، اگر منظورت برادرمه که اون حرفا رو واقعا واسش در آوردن، میدونی اصلا این همه مشکل به اون نمیچسبه. آره. میدونی دیگه ندر اون حرف. اگه نمیچسبه چرا تو هفت سیاره قایم شده از ترس پلیس به این سیاره ای؟ فقط دیگه از انتخابات انصراف میدی دیگه ها؟ انتخاب بشم که این ایکبیری بشه شوهر بانوی نماینده؟ تو انتخاب بشی؟ من گفتم بیای کاندید چی سوجت کنم بخندم. چی تو به تو رأی میده آخه؟ از اینجا بریم، من یه سفینه میگیرم برمیگردم. دوستان اونجا یه میز خالی هستش، ما با کسای دیگه قرار داریم، کاندیدهای دیگه. بر نگر سمت من، اینو بذار آروم تو جیبت. من افلاطون نیو جوجول باز نکنم. افلاطون نیو جوجول کاندیدای انتخابات شورای شهرم. به من رأی بدین، قول میدم پیش خودمون بمونه رأی شما. خب چه قرش مخملی، وای عاشق خشخش صدات شد. من رأیمو دارم دیگه. آره به من رأی بدین. چیشان؟ چی میخواستی بشه؟ چی این تو دلبرایی زمینی؟ اصلا زبون و نژاد حالیش نیستش که. یک قدم به دو رقمی شدن آرامو نزدیکتر شدیم. مطمئنی؟ چون این خیلی بدقرش که تنوره کشیدم. تنوره ای؟ ندیدی با چه صلابتی انگشت موفقیت رو نشونمون داد؟ اینا ترتیب انگشتشون با ما فرق میکنه. ستاش کن پرمشکیو. برد شاغل جم. آقا اسی اومدی شیرینی کار جدید اومدی؟ خیر، اخراج شدم همین الان. لونا یواشکی زنگ زد به دکتر چومبه، گفت من اخراج کنم. بچه من از امروز به بعد تمام قد تو تیم شما. من میدونستم این نمیذاره تو کار کنی، اینا ما رو فقط برای توی آشپزخونه میخواد. این چیزیه که من علیهش به پا خواستم. یه اتحاد مردونه. اتحاد مردونه. مردونه. چهار تا دیگه که دادیم، دو تا دیگه هم که بدیم دیگه کمر کار شکسته، میریم برای استراحت. چرا اینقدر کم؟ بابا اجازه شرکت در انتخابات رو به همون دادن، اجازه تبلیغات هم بدن، یا پس فردا میخوای ستاد هم بزنی؟ بابا چی میگی؟ اینجوری که تو اصلا برنده نمیشی که. برنده رو خوب اومدی. هدف ما از این انتخابات یک باخت آبرومندانه است و یک قدم از این هدف عقب نمی نشینیم. نمی نشینیم. بله. مشکش رو بزن. باخت. دوست بده باخت. بریم افلاطون نیو جوجول.